هفته هاست که ملخ ها در برخ مناطق از ولایت بغلان بر ها حجوم بردند. اینجا زمین های زراعتی نجیب الله است که تومه ملخ شده. او میگوید که دار و ندار زمین هایش را ملخ ها خوردن. دری و جری هم از مخ سیصد جریب زمین مرا این ملخ ها از بین بردند. سی و هزار جریب زمین مالچه را که در اطراف روستا قرار دارند از بین برده است. این ملخ ها به ملخ های مراکشی معروف هستند که یکی از جان آورترین آفت برای کشزارها در جهان به شمار می رود. با گفته ای نماینده ای اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان شیوع کامل این آفت در سال جاری می تواند منجر به از دست دادن 700 هزار تا یک دو میلیون تن گندم در کشور شود. ملخ مراکشی احتمالاً از نظر اقتصادی تا آفت زراعتی در جهان است. این ملخ بیش از 150 گناه گیاهی و بیش از 50 محصول غذایی را می خورد. اکنون نهادهای های مددرسان هشدار می که اگر جلوی این ملخ ها گرفتن نشود ممکن سال آینده شمار آنان به صد برابر برسند که تهدید بزرگ علیه امنیت غذایی در افغانستان است. مناطق شمال و شمال شرق افغانستان بیشتر مورد حجوم این ملخ ها هستند. خوشسالی و نبود باراندگی ها از علت های اصلی افزایش این آفت زراعتی به شمار می رود. در حالی که در افغانستان امکانات خوب برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان در برنامه پول در بدل کار ساکنان محلی را تشویق کردند تا به شیوه های سنتی با این ملخ مبارزه کنند